دوباره برگشتیم بینندگان عزیز و حالا هم بخش دکتر خود باشید هست و در بخش قسمی که میفهمیم جناب دکتر صاحب محمد رفیع نذیر با ما میباشن و در موارد مهم صحبت های میداشته باشن و یکی از مواردی که امروز انتخاب شده در گلبانگ و در این بخش که میخواین دکتر صاحب در این مورد صحبت داشته باشه و با شما راهکارهایی را نشان بده تا این مشکل حل شده جوش های صورت است یا هم به اصطلاح میگیم جوانی دانه که در صورت ما بیشتر اوقات یعنی زیادتر کسا با این مشکل مواجه هستن و دردسر حساب میکنن برای خود. خب در این رابطه یک بسته تصویری میبینیم، دوباره برمیگردیم، دکتر صاحب با ما هست، صحبت های در این مورد داره. جوانی دانه یا اکنه. جوانی دانه مرضی است که اکثرا جوانان را مصاب ساخته و این مرض با به وجود آمدن دانه های کوچک با سر سفید، دانه های سرسیاه و بخارهای سرخ و بالاخره دانه های پرچرک که اکثرا در روی و گاهی هم در سینه و نواحی پشت به وجود می آید. جوانی دانه بیشتر نزد افرادی دیده می شود که دارای جلد چرب می باشند. البته این مرض طوری آغاز می گردد که ابتدا دهنه غدوات که سبب تولید چربی سطح جلد می گردد بسته شده تا چربی تولید شده توسط غده خارج نگردیده و در داخل غده تراکم نماید که سبب به وجود آمدن دانه های با سر سفید می شود. برای اینکه جلد زیبا و شفاف داشته باشید در جستجوی راهکارهای خوبی باشید. خب بیننده عزیز، در مورد که خب جوانی دانه هم جوش های صورت چی هست شنیدین و دیدین که چطور به میان میاد و به وجود میاد در روی صورت ما. خب حالا که با این مشکل مبارزه کنیم و یک راه خوبه براش پیدا کنیم، صحبت های دکتر صاحب گوش میکنیم. شما هم که با این مشکل مواجه هستین با دقت بخش دکتر خود باشه تعقیب کنین، حتما راهکارهایی را دکتر صاحب برای شما میگه که براتون فایده میکنه و همچنان میتونین با استفاده از او از این مشکل خلاص شوه، شاید هم تا اندازه مشکلتان حل شوه. خب دکتر صاحب خوش آمدین و صبحتان بخیر. صبح شما بخیر، صبح بیننده عزیز بخیر. امیدوار هستم که صحبت های ما در مورد اکنه یا جوانی دانه برشان مفید واقع شود. بله سلامت باشید دکتر صاحب، ما هم شما را خوش آمدید میگم و ای که بازم در گلبانگ با شما هستیم خرسند هستیم، چون شما یک بعد خیلی مثبت دارین در گلبانگ و هر روز میتونیم از شما چیزهای خیلی خوب را بیاموزیم. تشکر. خب دکتر صاحب، راهکارهایی که خودتان میدونه در ای که بتونیم از این مشکل نجات پیدا کنیم و دیگه جوش صورت نداشته باشیم کدام راهکارها است؟ خوب قرار که گفته شد یکی در مورد که سبب جوش های روی یا همی بخارا و اکنه و گپا میشه خود چربی جلد است. چربی و جلد ما شما به صورت نرمال یک نوع چربی از خود آزاد میکنه که به نام سیبم یا امو چربی نرمال جلد یاد میشه که از امو سوراخک های بسیار کوچکه که در روی موجود داره و از قسمت پیاز موی و موقعیت های خارج میشه. ولی موضوع بندش است که ما باید ایجا در اصل بفاییم که چی باید کارای بکنیم که در ایجا بندش ایجاد نکنیم و سبب نشه که بخار ایجاد شد. اگرچه که 70% جوان ها در سن بلوغیت خود به این مشکل مواجه میشن، راه های بسیار خوب از این که وجود داره در قدم اولی است که روی در 24 ساعت باید از دو بار زیاد شسته نشه. هر قدر که روی های که بله هر قدر که روی هایی که با بخار مواجه هستند با جوانی دانه مواجه هستند زیادتر شسته شود، اونم قدر زیاد چانس جوانی دانه را برشان زیاد میکنه، چون شاریدگی ها و زمینه را مساعد میکنه که میکروب های دیگر هم مداخله کنه. در 24 ساعت دو بار شسته شود و وقت شستن موضوع دوم است که باید از صابون های ضد میکروب استفاده شود، چون اینجا در اصل موضوع اصلی تنها چربی نیست. وقتی که اوجا دهانه بند میشه بعض میکروب های هستند که در فاقد اکسیژن در یک موقعیت که اکسیژن نباشه خوب رشد میکنن و او میکروب ها سبب میشه که این جوانی دانه ها را میکروبی بسازه. به او دلیل باید که صابون های ضد میکروب شسته شود. بسیار گپ خوب است. موضوع دیگه ای که تطبیق بخار یا ایسته که به هر شکل که میتونن بیننده عزیز که روی خود بخار بتن بسیار گپ خوب است، کمک میکنه که عموم مسامات باز شوه و افرازات جلد به صورت نرمال تخلیه شوه. استفاده از لوازم آرایشی که یعنی که میزان چربی بلند داشته باشه و سبب شوه که سوراخکای جلد بند کنه، این هم سبب میشه که جوانی دانه تعداد زیاد شوه. و همچنان گپ قابل یادآوری است که خانم ها و دختر خانمایی که
آرایش میکنن، حتما قبل از استراحت آرایش خود را به صورت درست پاک کنن، بعد از او استراحت کنن، چون که در وقتی که استراحت میشدم افرازات جلد زیاد میشه و اونم وقت میتونه که تجمعات هم صورت بگیره. خب از موضوع بخار صورت یاد کردن دکتر صاحب، وقت دقیق شه و ای که در ماه یا هم در هفته چند بار بخار داده شه صورت یا هم در روز چند بار میشه بگین که او به شدت بخار است؟ اگر که روی کسی بسیار زیاد بخار داره میتونه در 24 ساعت یک بار بخار بگیره و به صورت تکنیکای خانگی، مثلا یک جام آب که جوش باشه و بخار بیاد و یک چند دقیقه روی خود پیش بگیره تا که بخارا در روش خوب نشست کنه، این بسیار خوب است، هم به سیستم تنفسیش خوب است که از او تنفس کنه و هم بر جلدشان تراوت جلد بالاتر میبره. و بس لوازم استفاده از لوازم آرایشی به چند کاتگوری تقسیم میشه. یکی لوازم آرایشی کیمیایی است که شدیداً مضر است به بخار، یکی لوازم آرایشی است که از چربی حیوانات استفاده میشه در ترکیبشان، او هم بسیار زیاد مضر است، و یک شکلش است که واتر بیست است، یعنی که یعنی هم شکل محلولیت از او را آب نگاه میکنه. اینی شکل است که کمتر بخار ایجاد میکنه. اگر که کسایی که میتونن بخونن پشت همین لوازم را که استفاده میکنن، اگر واتر بیست یا در بنیاد آب تهیه شده باشه، این لوازم بسیار زیاد خوب است، بر جوشای صورتشان خوب است. یک ماسک را بسیار خوب توصیه کردن، ماسک عسل و ماسا، که یک چیز عسل و ماس بسیار بسیار گپ خوب است که ماسک گرفته شود، هفته دو بار گرفته شود، هفته دو بار خوب مخلوط شود. طریقش هم میشه برای بیننده بگیم چند دقیقه باید نگه داشته باشه روی صورتشان؟ یک مقدار ماس و یک قاشق عسل با هم خوب محلول شوند. یک قاشق ماس، یک مقدار ماس، یعنی در حدود یک 200 گرم ماس باشه و یک قاشق عسل در اضافه شود، خوب محلول شود تا اینکه اینا بین یکی دیگه خوب گچ شوند، با تقریبا از برای صورت و برای 15 الی 20 دقیقه گذاشته شود و تقریبا کت آب پاک شیرگرم، نه زیاد داغ نه زیاد سرد، دوباره شسته شود. این بسیار یک طریقه خوب است، به مرور زمان بخار را کم میکنه. یک طریق دیگر که پیشنهاد میکنه ژورنال انگلستان، ژورنال سی انگلستان، میگه که سرکه سیب یک مقدار و آب به تناسب از او دو مقدار دیگه، یعنی یک بر سه سرکه باشه، دو قسمت آب باشه، اینا رو گد کنن و همراه یک تکه یا پنبه نرم او را در روی خود در شب، کسی که بسیار زیاد بخار داره چندین بار بالای همین بخارا بزنن، به خاطر بازساختن همین مجراها بسیار زیاد کمک میکنه و همچنان چون سرکه خودش یک خاصیت ضد میکروبی داره، میکروب هایی که در ساعت تجمع کرده او را از بین میبره و به التیام سریع بخارها کمک میکنه. اما فکر بینده ازی باشه که سرکه بسیار زیاد تیز نباشه چون جلد میشورانه، به اون دلیل گفتن که باید رقیق ساخته شوه همراه آب، یعنی دو قسمت آب گرفته شوه و یک قسمت سرکه گرفته شوه و در شب وقت استراحت بسیار خوب است که زده شوه و بعد از اینکه دو ساعت، بعد چندین بار در دو ساعت زده شوه و به تعقیب از او روی همراه آب شیرگرم شسته شوه و بعد از او استراحت کنن. این هم یک چیز بسیار رای حل بسیار خوب دیگه هست که میتونه کمک بکنه. یه چیز دیگه میخوام بپرسم که استفاده از مرطوب کننده ها بعد از شستن رو چقدر تاثیر میتونه داشته باشه برای اینکه صورت جوش بزنه؟ یا هم که خب مثلا وازلین که همگی استفاده میکنه و کریم های متفاوت که هر کسی مضر است کریم استفاده کنه، این مضر است به خاطر از اینکه خود وازلین ها مجراها رو بند میکنه. خب اگر استفاده نکنن راه بدیلش چی از دکتر؟ راه بدیلش اینه که هیچ استفاده نکنن. هیچ استفاده نکنن. کسایی که رویشان زیاد مساعد برای بخار است تا حد امکان کوشش بکنن کمی لوبریکانت و نمی مواد آرایشی و این مسائل کمتر استفاده کنن، چون همه از اینا زمینه بخار زیاد میکنن. گاهی هم اتفاق افتاده کسی که جلد خشک داشته باشه جوش زده باشه روی صورتش. بله از اونا میباشه، ولی به شدت که از کسایی که چرب است نیست. یک چیز دیگه قابل یادآوری در جوشای بخار که جوشای روی که بعض خانم ها کم کم دختر خصوصا پیش دخترای جوان یاد سر رخ میده به نام هرشوتیزم میگن که هم موی میداشته باشه هم بخار میداشته باشه، کو یک مشکل تخمدان است که پولیکیستیک اوورین دیزیز میگن اوره و بسیار حادثه خطرناک است و در حدود 1-2% دختر خانم ها به این مشکل مواجه میشن و تا حد امکان کوش کنن که اینا تحت نظر دکتر صاحب ها، کسایی که در اندوکراینولوژی و یا ولاد نسایی تجارب داشته باشن، مراجعه کنن تا اینکه او تداوی هورمونی میخواه، او تداوی بعدگاه تداوی نمیشه که اینا اگر هر قدری تکنیکایی را که ما برشان گفتیم استفاده کنن کدام نتیجه نمیگیرن. ولی باز هم کسایی که جوش روی دارن همین طریقه هایی را که برشان یادآوری کردیم، مثلا شستن روی با آب شیرگرم، فکرتون باشه با آب زیاد داغ و یا با آب بسیار زیاد سرد درست نیست شستن روی،
شستن روی با آب شیرگرم، استفاده از یک صابون ضد میکروب، استفاده از این دو نوع ماسک که ما برشان یادآوری کردیم، بخار دادن روی، اینا همه کمک میکنه که بخارا کم شوه. اما پروسه تداوی با این طریقه ها از 3 ماه الی 6 ماه در بر میگیره که دایی فکر نباشن که ما یک شب استفاده کردیم با صبح باید خوب باشیم، یعنی همین آیستا مسئله را کم میکنه. و موضوع دیگه ای که دایت و غذایی را باید یاد بکنم. برای بپرسم که غذا چقدر تاثیر داره روی غذا؟ بسیار تاثیر گذار است، غذا جدا تاثیر گذار است، خصوصا چیزایی را که من میگم. قدم اول مغزیات، مغزیات مثل بادام پسته، خسته، کاجو، امثال اینا زیاد میسازه، اینا به حد زیاد میسازه، جلغوزه زیاد میسازه. غذاهای بسیار زیاد چرب خوب نیسته، چون خود چربی طبعا وقتی که باز اندازه مصرف بالا باشه در تحت جلد ذخیره میشه و وقتی که ممی نوبت روی میرسه چانس بخار بسیار زیاد میکنه. و موضوع دیگه ای که کسایی که بخار دارن زیادتر از منابع ویتامین سی استفاده کنن. ویتامین سی مثلا استفاده از لیمو، از نارنج، به حد امکان اگر تکلیف میده نداشته باشن، تحمل بتونن کرده، بسیار زیاد خوب است. خب اونی که مجبور است به خاطر مغز خود بادام استفاده کنه که بتونه مغز یعنی در حال رشد خوبی داشته باشه، باز به خاطر صورتش نتونه استفاده کنه از بادام، چه راه بدیل براش؟ مقدار کم استفاده کنه، مثلا 4 بادام از طرف شب وقت استراحت کفایت میکنه. 4 بادام 4 عدد. خب 4 عدد کفایت میکنه. و موضوع دیگه ای که مسالجات بسیار مضر است برای بخور، قابل یادآوری است. کسایی که مثلا زیاد از مرچ استفاده میکنن، زیاد از مساله استفاده میکنن، اینا انقدر بخار چانس بلند میبره که گفته نمیتونم. و کسایی که بخار داره کوشش کنن که غذاهای بدون مساله، بدون مرچ، کم چرب، بدون مغزیات و با مقدار کافی لیمو و نارنج استفاده کنن، برشان بسیار زیاد خوب است. و قابل یادآوری است که در بعض تداوی ها ما بعض دواها رو دادیم، دیدیم که مکررن دوستا حتی خودشان میرن بعد از اینکه یک دکتر تجویز میکنه با استکرارن خودشان خریداری میکنن تا حدی که جلدشان لکه پیدا کنه. او دواهای استروید است، مثلا هایدروکورتیزون، مثلا بتامیتازون، گازی کسایی که بخار دارن بسیار عادتی میرن خودشان خریداری میکنن و چرب کرده میرن و خطر از اینا چیست؟ خود دفعتا حساسیت جلد در رحم میکنه، یک اندازه احتقان یا تجمع خون در اطراف بخارا کم میشه، خیالشان که ما خوب شدیم، ولی برعکس ای همی طبقات جلد بسیار زیاد کم میسازه، جلد نازک میسازه و طبعا که در مقابل شعای آفتاب قرار گرفتن لکه رویشان میفته و یک حادثه بسیار رنجاور و خراب دیگه. و قابل یادآوری است که از لوشن های ضد آفتابی سن بلاک ها استفاده کردن در روزهای بسیار آفتابی و گرم خوب است برای جلوگیری از بخار. خب خیلی سپاس دکتر صاحب، تشکر. بازم موارد خیلی خوب را اشاره کردین و آرزو دارم که راهکارهایی که دکتر صاحب بر شما گفت متوجه شده باشین و بتونین به صورت درست و دقیقش استفاده کنین و بتونین به یک نتیجه خوب برسین. خب سپاس دکتر صاحب، تشکر.